انیمیشن های دیزنی اکثرشون از روی داستان های قدیمی و مشهور ساخته شدن، مثل سیندرلا و سفید برفی و کلی اثر دیگه، که باید بگم توی اکثرشون خیلی از بخشا رو کمپانی والت دیزنی حذف و یا که کلن تغییر داده. مثلا توی انیمیشن راپانزل کلن داستان خیلی متفاوته و کلی اتفاقات عجیب حذف شده که یکیش حامله بودن راپانزل خانومه. میدونم که باورتون نمیشه و با خودتون میگید اون که همش تو برجش زندونی بوده و هیچ بشری رو ندیده، ولی باید بهتون بگم که کاملا در اشتباهید. بذارید حقیقت ماجرا رو از اول براتون بگم. توی داستانی که برادران گریم توی قرن 18 نوشتن همه چیز ترسناک و خشنه. داستان درباره یه زن و شوهره که توی همسایگی یه جادوگر پلید به اسم گاتل زندگی میکنن. همه چی عادیه تا زمانی که زن باردار میشه و از شوهرش میخواد که به باغچه اون جادوگر بره و یکی از گلاشو بچینه و واسش بیاره تا بخوره. عجیبه، ولی ایشون ویار گل داشتن. شوهرش میره گلو میچینه و میاره. اینجاست که زنش میگه من چته گلم تو چته؟ ببخشید اون چیز دیگه ای بود. خلاصه زن گلو میخوره و به شوهرش میگه برو یه دونه دیگه بچین. اما این دفعه جادوگر مچ مرد رو توی باغش میگیره و کلی عصبانی میشه. مرد کلی التماس میکنه تا جادوگر ببخشتش، اما جادوگر بهش میگه تنها راه نجاتت اینه که بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد و بدی به من. این مرد زن ذلیلم به خاطر نجات جون خودش و زنش این شرایط رو قبول میکنه. جادوگر موقع تولد بچه رو ازشون میگیره و به برجی بلند توی عمق جنگل میبره. اون اسم راپانزل رو برای بچه انتخاب میکنه و سالها میگذره تا زمانی که این دختر بزرگ میشه. یه روز که مثل همیشه راپانزل کنار پنجره نشسته بوده و داشته برای خودش آواز میخونده، به صورت کاملا اتفاقی یه پرنسس بیکار که اون اطراف میچرخیده صدای زیباشو میشنوه. اون تا چشمش به زیبایی راپانزل میفته سری عاشقش میشه و ازش میخواد که موهاشو بفرسته پایین تا سری بره بالا و باهاش درسای ریاضی فیزیک و خیلی چیزهای دیگر رو کار کنه. بله، چند روز همینجوری میگذره تا اینکه جادوگر متوجه موضوع میشه. اینجای کار اون جادوگر پلید موهای بلند راپانزل رو قیچی میکنه و از پنجره آویزون میکنه. بعدم اون دختر بیچاره رو به یه جای دیگه میبره. از اون طرف پرنسس موهای راپانزل آویزون میبینه و فکر میکنه که دوباره بهش پا داده و از برج میره بالا و وقتی متوجه میشه که کسی توی برج نیست فکر میکنه که راپانزل ترکش کرده و تصمیم به خودکشی میگیره و از بالای همون برج با سر میپره پایین. خوشبختانه نمیمیره، ولی خارهای پایین پنجره توی چشمش میرن و بینایی خودشو از دست میده. اون با چشمای کور مدت زیادی رو همون اطراف به دنبال راپانزل میگرده. اون بالاخره توی اوج ناامیدی صدای راپانزل رو میشنوه و اونو با دوتا بچه توی بغلش پیدا میکنه. درسته، دوتا بچه که حاصل تمرینای ریاضی و فیزیک بودن که اون روزا پرنس و این دختر خانم حسابی توی برج تمرین میکردن و در آخرم با هم ازدواج میکنن و همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه. رفقا، حالا که داستان اصلی رو میدونید با انیمیشن دیزنی مقایسه کنید تا متوجه بشید چقدر تفاوت دارن. و در آخر مثل همیشه لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.